تمدید یک ساله ریاست قالیباف در مجلس نورسیده برای مهار بحران هلاکت رئیسی به دستور خامنه‌ای و مضحکه 24 رأی باطله. خامنه‌ای در وحشت از بالا گرفتن بحران، به خصوص در آستانه نمایش انتخاباتی برای جایگزینی رئیسی، پاسدار قالیباف را برای یک سال دیگر رئیس مجلس ارتجا کرد. در نمایش رأی‌گیری در جلسه روز سه‌شنبه مجلس رژیم که به ریاست سنی بروجردی برگزار شد، قالیباف با 198 رأی رئیس مجلس آخوندها شد. کاندیداهای دیگر آخوند زنوری و متکی بودند که زنوری 60 رأی و متکی 5 رأی آورد. به گزارش رسانه‌های حکومتی 24 رأی هم آرای باطله بوده است. جناب آقای محمد باقر قالیباف با 198 رأی به عنوان رئیس برای یک سال آینده انتخاب شدند. جناب آقای مجتبی زنوری با 60 رأی، جناب آقای منوچهر متکی با 5 رأی، آرای باطله 24 رأی. مضحکه 24 رأی باطله که تقریباً 5 برابر آرای متکی است، نشانه سگ دعواهای نهفته است که خامنه‌ای در پیام دیروز خود به وحوش مجلس نورسیده آنها را از آن برحذر داشته بود. نکته‌ای که همواره بر آن تأکید می‌کنم آن است که مجلس باید آرامش بخش، امید آفرین و دعوت کننده به همدلی و برادری در محیط عمومی کشور باشد. بر خود مجلس هم، بر خود مجلس نیز مسابقات بیفایده رسانه‌ای و مجادلات مضر سیاسی وقت و عمر کوتاه دوران مسئولیت را به خود مصروف نسازد، وگرنه ظرفیت ارزشمند حضور نمایندگان در این جایگاه بالا ضایع خواهد شد و این خسارت بزرگی است. نکته دیگر درباره سوگند نمایندگی است. این سوگند نمایشی و تشریفاتی نیست، سوگندی حقیقی و مسئولیت زاست که در دنیا و آخرت گریبانگیر خواهد بود. نمایندگان محترم ناگزیر باید در همه مدت نمایندگی بند این سوگند شرعی را در پیش چشم داشته باشند و پایبندی به آن را معیار قضاوت در باره عملکرد خویش بدانند. در جلسه روز سه‌شنبه مجلس رژیم، نیکزاد و حاجی بابایی نواب رئیس مجلس ارتجاع شدند. در این جلسه پاسدار قالیباف در سخنرانی خود حرف خامنه‌ای در مورد پرهیز از جنگ گرگ‌ها را تکرار کرد و برای اعضای جدید مجلس رژیم کلاس نحوه رأی‌گیری گذاشت. حضرت آقا خط اصلی مجلس را در پیام خود روشن کردند. مجلس دوازدهم رویکرد اصلیش را باید همین رهنمودها قرار داد. رهبر حکیم انقلاب، آرام بخشی، امید آفرینی و دعوت به همدلی در محیط عمومی و پرهیز از مسابقات بیفایده رسانه‌ای و مجادلات مضر سیاسی در داخل مجلس را مبنای عمل مجلس دوازدهم تعیین کردند. همه باید مراقب باشیم که هر حاشیه پردازی یا مسابقات رسانه‌ای یا مجادلات سیاسی خلاف آرام بخشی و امید آفرینی و خلاف رهنمودهای صریح رهبر انقلاب است. من اول یک
شی انجام میدم که دوستانی که اولین نوبت هست در واقع یک تمرین انجام بدن، فقط دوستان تمرین بکنن که بتونن رای بدن، فرصت بدن آغاز رای گیری. دوستان من صبر میکنم که همه هر کدوم اشکال دارن رفع کنم. روزنامه ستاره صبح درباره جنگ گرگ‌ها بر سر ریاست مجلس ارتجا نوشت قالیبا و زنوری توضیح دهند که مجلس 11 چه گلی بر سر ملت زد که حالا این دو می‌خواهند با تکیه بر صندلی ریاست مجلس 12 دوباره گل بر سر مردم بزنند. این آقایان و همفکرانشان در مجلس 11 در کنار دولت در حذف ارز 4200 تومانی که برای کالاهای اساسی بود نقش داشتند. این سیاست باعث شد تا قیمت همه کالاها به ویژه کالاهای ضروری و اساسی از سال 1400 تا کنون بیش از 2 برابر افزایش پیدا کند. ارزش پول ملی نصف شد و تورم و گرانی به جان مردم افتاد. آیا نباید به این تراژدی پاسخ داده شود؟